چه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم اجر و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه‌ها حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سلام روزتون بخیر دوستان و همراهان برنامه توضیح المسائل امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت آقا امیرالمومنین علیه السلام باشه و اللهم عجل لوليك الفرج ورد لبها و ذکر قلبتون باشه ان شاء الله برنامه توضیح المسائل رو از کربلای معلا تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و ممنونم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. امروز شنبه روز اول جمادی الاول هست. بنا به اعلام دفتر حضرت آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی انشاءالله که تمام ایام به کامتون باشه. شیعیان امیرالمومنین هر کجای دنیا هستن قلبشون شاد باشه انشاءالله. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد رجبیان هستیم. ممنونم از حضورشون و به نیابت از شما عزیزان عرض ادب و احترام دارم خدمتشون. سلام حاج آقا، خیلی خوش اومدی. در خدمت سلام و رحمت الله. خدا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدی. السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان و عزیزانی که همکنون از جای مختلف این کره خاکی ما رو دنبال میکنن. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون جناب استاد. 2096477003-0304-314 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست. از طریق تلگرام و واتساپ انشاءالله سوالات شرعی خودتون رو به صورت پیام های صوتی حالا یا متنی برای ما بفرستید انشاءالله و منتظر جوابتون در برنامه باشید. جناب استاد بفرمایید اگر صحبت مقدماتی هست. خدمت. خب من شروع کنم به پرسیدن سوالات شما عزیزان. سلام و خسته نباشین. علیکم السلام. آیا مدفوع سگ اگر آتیشش بزنی دودش حرامه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دودی که حاصل از مدفوع سگ بلند میشه نجس نیست. با سلام و خسته نباشید خدمت آقای غفوری و جناب استاد و عوامل پشت صحنه که در تهیه این برنامه خوب تلاش میکنم، میخواستم بدونم در کدام سوره قرآن و در کدام آیه همان سوره خداوند فرمودند که زن باید موی سر خود را بپوشاند. اصلا خداوند در قرآن گفته که موی سر زنان باید پوشیده باشد؟ اگر گفته به صراحت گفته یا در تفسیر بیان شده. مثلا در قرآن خداوند به صراحت گفته خوک نجس است، اما خداوند در قرآن بیان نکرده که سگ نجس است، اما در شریعت بیان شده سگ نجس است. خیلی ممنونم از اینکه توضیح میدید. ببینید من الان نگاه کردم آیه 31 سوره نور. بله. و 53 آیه 53 و 59 سوره احزاب اشاره مستقیمی به حفظ حجاب برای خانم ها داره که حالا بعدا رجوع کنم برای اختصار، الان من آیه رو نمیخونم. ولیکن همه چیز لازم نیست صراحتاً و عیناً در قرآن اومده باشه. مثلا در قرآن تأکید شده که نماز بخونید، اما نماز به چه کیفیتی بخونیم از روایات به دست میاد. لذا حجاب آیاتی داره،
در قرآن و روایات زیادی در تفسیر اون آیات اومده و ضمن اینکه حجاب مختص به دین اسلام تنها هم نیست، ادیان آسمانی قبل هم برای خانم ها مسئله حجاب رو تأکید داشتن. بله، خیلی متشکرم. سلام و خسته نباشید. اگه میخواییم بریم مسافرت وقت نماز بشه راننده نگه نداره، حکمش چیست؟ اگر که تا به مقصد برسیم نماز قضا نمیشه و وقت هست، خب صبر میکنیم، وقتی به مقصد رسیدیم نماز رو میخونیم. اما اگر که نماز قضا میشه و هیچ راهی هم نداره، بله، با یعنی باید هر چقدر که امکان داره حتی المقدور با حفظ شرایط طهارت، قبله، اون حتی المقدوری که در اون وضعیت میشه رعایت کرد، با رعایت این شرایطی که برای نماز هست در همون ماشین باید انسان نمازش رو بخونه. با سلام و خدا قوت، انشالله به زودی فرزند چهارمم به دنیا میاد. ما فقط برای فرزند اول خانواده عقیقه کردیم و برای دو فرزند دیگر که 2 و 12 ساله هستند نشد. حالا سوالم این است که اکنون که قصد تهیه گوسفندی را جهت قربانی برای این فرزندی که به زودی به دنیا میآید داریم، آیا می شود به نیت هر سه عقیقه کنیم؟ یعنی اولا و احسن و بهتر اینه که در صورت اینکه توان مالی دارن برای هر فرزند عقیقه مستقلی بشه. اما حالا اگر مثلا به دلیل اینکه مثلا از نظر مالی نمیتونن، بله، هر سه با هم یه عقیقه هم بدن ایرادی نداره. بله. خب دوستان عزیز، از الان میتونید از طریق اینستاگرام و فیسبوک ما رو همراهی کنید با پخش زنده برنامه. خب پدرم خونه خودش رو به دلایلی که مجبور بود به دخترش فروخ، یعنی بین فرزندان به او اطمینان داشت، بدون اینکه پولی ازش بگیره یا نوشته ای ازش داشته باشه. بعد از 10 سال پدرم تصمیم گرفت منزلی را به یکی از پسرهاش بفروشه و از دختر خواست برگه خرید خانه که بین پدر و دختر بود را بیاورد و منزل را به برادرش واگذار کند. اما دختر مخالفت کرد و از پدر خواست تا برایش توضیح دهد که بعدش چه میخواهد بکند. پدرم ناراحت شد و به او گفت خانه خودم است و به تو امانت سپردم، حالا از تو میخواهم کاری که میگویم را انجام دهی، ولی به شما مبلغی خواهم داد. دختر قبول نکرد و اصرار داشت تا ندانم که به من چه میرسد خانه را به هیچ کسی نمیفروشم. بعد از اینکه پدرم متوجه شد به راحتی نمیتواند خانه اش را پس بگیرد، مجبور شد به او مبلغی بگوید تا قبول کند، به قول معروف دهان او را شیرین کند. حالا به این صورت که پدرم تصمیم گرفت مبلغ پولی که میخواهد به 2 دختر و 1 پسرش بدهد، یعنی هر نفر 50 تومان را در اختیار او بگذارد که جمعاً میشود 150 تومان. او نیز پذیرفت، چرا که پدرم از صحبت‌های او فهمیده بود که اگر به دخترش 50 تومان بدهد قبول نمی‌کند و باعث فتنه می‌شود و چه بسا از آنجایی که سنش 87 سال است دیگر دستش به خانه‌اش نمی‌رسد. بعد از اینکه منزل به برادر انتقال داده شد و پدر از هر جهت اطمینان حاصل کرد که به خواسته‌اش رسیده، از او خواست مبلغی که از او گرفته با خواهر و برادر دیگر خود تقسیم کند. پدرم به او گفت تا حالا تمام خانه دست تو بوده، حالا پول آنها را به تو سپردم که باید به هر کدامشان 50 تومان بدهی. حال سوال اینجاست، او میگوید رفتم و پرسیدم، چیزی که پدر ببخشد هبه است و دیگر نمیتواند باز پس بگیرد و تمام پول را برای خودش برداشته. از این رو به خواهر و برادر خود میگوید بروید از پدر و آن برادری که خانه را خریده بگیرید. پدرم به او میگوید تو در امانت من خیانت کردی، تو میخواستی به واسطه آن مدرکی که در دستت داشتم مرا مجبور به کاری کنی که نمیخواستم. اگر این 150 تومان را
به تو نمیدادم خانه ام را به من پس نمیدادی. تا حالا تمام خانه من دست تو بود. حال پول خواهر و برادرت را و اگر پول آن بده و اگر پول آنها را ندهی تمام پول را حرامت میکنم. این وسط تکلیف خواهری که تمام پول را برداشته چیست؟ آیا او میتواند در حالی که ادعای مؤمنی دارد تمام دوست و اقوام و نیز از کارهایی که خواهر کرده متعجب شدند، چرا که پدرم برای همه تعریف کرده که اگر این کلک را به اون نمیزدم آن پول را میخورد. خواهش میکنم جواب سوالم را از همین طریق هم بدهید. ببخشید طولانی بود، دلیل مجبور بودم که همه رو توضیح بدم. شما میدونید پدر باید بیشتر رعایت میکرده و هم در موقعی که منزلش رو، ملکش رو میخواد بنامه. حالا هر کسی، این قضیه که گذشته، بینندگان عزیز، وقتی ملکشون رو میخوان به نام کسی بزنن، به هر حال یا باید یک وثیقه چیزی بگیرن یا 100% اطمینان داشته باشن. و الان هم اون پول رو بخشیده، هدیه کرده و شرعاً اون پول مال اون، یعنی متعلق به اون خانومه دیگه. و اینجوری نیست که الان ما یه پولی رو هدیه کنیم ببخشیم بعد دو روز دیگه بیایم بگیم نه اون یه چیز دیگه بود. الان شرعاً اون پول متعلق به اون خانومه. پدر هم اشتباه کرده که بدون مدرک، بدون وثیقه، بدون اعتماد 100% ملکش رو به نام کسی کرده و دوباره اشتباه کرده که این پول رو بخشیده، اما الان شرعاً اون پول متعلق به اون خانم هست. بله، خیلی ممنون، متشکرم. سلام علیکم، خسته نباشین، خدا قوت. ببخشید، مادر من 12 سال بیماره، مدت زیادی توی بیمارستان بوده و از ناحیه کمر بی اختیار هست. دستشویی نمیتونه بره و نمازهایش را به همین دلیل نمیتونه بخونه. مشکل به همین دلیل مشکل نخونده. باید چه کار کنه؟ هنوز هم بیمار هست. به هر حال نماز از کسی ساقط نمیشه مگر اینکه عرض شد تمام وقت بیهوشه. بله، 3 روز کلن بیهوشه. خب نمازهای این 3 روز ساقطه، اما اگر هوش داره باید شرایط تو حد المقدور فراهم کرد و نماز رو خوند. حالا نشسته خوند، با اشاره خوند، ولی نماز رو باید خوند. و الان هم از این به بعد نمازها رو باید بخونه و نمازهایی هم که نخونده باید قضا کنه به ذمه‌ش، به عهده‌ش. بله، حکم آشامیدن ماشعیر یا همون دلستری که اکنون در بازار به فروش میرسد چیست؟ اینا اگه به روش فقاه تولید میشه که حرامه، اما اگر طبق استاندارد پزشکی و شرعی تولید میشه ایرادی نداره و خوردنش جایزه. بله. همراه داشتن گوشی که نرم افزار قرآن کریم روی آن نصب شده در دستشویی یا توالت اشکال داره؟ به حال فی نفسه اشکالی نداره، مگر اینکه به گونه‌ای باشه که بی حرمتی و بی احترامی به قرآن میشه. وگرنه الان شاید بشه گفت اکثر قریب به اتفاق مردم مسلمانی که موبایل دارن اکثرا برنامه قرآن رو روی گوشیشون دارن. این گوشی رو همراه خود به دستشویی بردن ایرادی نداره، مگر اینکه واقعا طوری باشه شرایط که این کار نوعی اهانت و توهین تلقی بشه. خب اگر احتمال بدهیم که در ساخت ادکلن الکل به کار رفته باشد استفاده از آن چه حکمی دارد؟ به خاطر اینکه الکل به نظر تعدادی از مراجع مخصوصا حضرت آیت الله العظمی شیرازی نجاستش ثابت نیست و چون ثابت نیست محکوم به طهارت. در صورتی که موبایل نجس شود چگونه میتوان آن را تطهیر کرد؟ موبایل نجس شده مثلا به فرض اینکه زیر آب هم نمیشه گرفت، این نجاست رو بعد اول از بین برد. بله. بعد یه پارچه رو خیس میکنن، خیسی بعد به قد زیاد باشه که روی سطح موبایل جاری بشه، در همون حد خودش جاری بشه، اینو میکشن روی موبایل حدی که این خیسی جاری میشه، این طاهره دیگه. بله. آیا نماز وحشت رو فقط باید در شب اول قبر برای میت خواند؟ اگر چند روز بعد از دفن او بخوانیم آیا ثوابش به اون نمیرسد و فایده ای ندارد؟ اون چه در روایت وارد شده
شب اولی است که میت از دنیا رفته، مثلا امروز عصر از دنیا رفته، امروز صبح از دنیا رفته، امشب، و شب اولی که دفن میکنن من. این دو موقع وارد شده و خب به طبع اون خواص و ثواب و خاصیتی که برای میت داره در همین دو فرصت. بله، این رو هم بپرسم و بریم میام برنامه. آیا به جای 8 رکعت نمازهای نافله می توانم نمازهای قضایی که بر ذمه ام هست رو بخونم و جز نافله شب حساب کنم؟ بله، شخصی که نماز قضا بر ذمه داره میتونه نمازهای قضاش رو در اوقات نماز شب بخونه و ثواب نماز شب هم میبره و نمازهای قضاش هم که دیگه میخونه و از ذمه‌اش برداشت. بله، خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. بفرمایید میان برنامه، بعد از میان برنامه در خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. در تاریخ موارد بسیاری، صدها و صدها، در ایام حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله موارد بسیاری در تاریخ وارد شده که در وقتی که وقت نرمی و شفقت و رأفت و رحمت نیست، که جنگ و جنگ افروزیه و کشت و کشاره، در همین حالها پیغمبر اسلام در موارد بسیاری با رأفت و نرمی و رحمت برخورد کردن. یکی از اون قصه های بسیار زیاد در تاریخ پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله برخورد پیغمبر اسلام با صفوان ابن امیه است. یکی از کسایی که خیلی ضد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فعالیت می کرد همین صفوان ابن امیه بود، چون این صفوان یکی از کسایی بود که ثروت زیادی را در جمع اسلحه مصرف کرده بود و مراکزی برای جمع اسلحه در اختیار داشت و مشرکین هم از او استفاده کردند. بعد از اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به مدینه منوره هجرت کردند، از پول او، از سلاح او برای ایجاد جنگ های ظالمانه و تحمیلی بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. یه روزی هم صفوان، یه عبد اختصاصی، آمد در کنار کعبه مقدسه نشست با این عبد. به این عبد گفت که من یه درخواست ازت دارم و اون این است که تو شمشیر بگیر، برو مدینه منوره، خودت را در بین مسلمین مطرح کن به عنوانی که اومدی اسلام بیاری، وقت در یه فرصت مناسبی بزن گردن پیغمبر اسلام و اگر موفق شدی کشتی پیغمبر و برگشتی، من جایزه بزرگی به تو میدم، و اگر موفق نشدی و تو کشته شدی، خانوادت را من به بهترین وجه اداره خواهم کرد. یک شمشیر بران قوی به او داد و اونم آمد مدینه منوره، وارد شد مدینه منوره، آمد خدمت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. قبل از اینکه چیزی بگه، پیغمبر اسلام بهش فرموده اون شمشیر را از لای لباسات بیرون بیار. تمام کلماتی که بین صفوان و بین این عبد رد و بدل شده بود، تمام اون کلمات با تمام اون حروف پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله برای اون نقل کرده، او هم همونجا ایمان آورد به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله، موند توی مدینه منوره، جزو مسلمان هاش. وقتی که ایام فتح مکه مکرمه شد و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله تشریف آوردن مکه مکرمه، این عبد هم با پیغمبر خدا آمد و به مکه که رسیدن در فتح مکه، این عبد اومد به پیغمبر خدا عرض کرد: یا رسول الله، این صفوان سالها به من خدمت کرده بود، به خاطر این منم میخوام به اوی خدمت کنم، اگر شما به او امان بدید که نترسه. صفوانی که 20 سال همه جوره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله را اذیت کرده بود، گفت: یا رسول الله، اگر شما به او امان بدید، فرمودن برو بهش بگو امان داره، بیاد کارش نده. اینم آمد خونه صفوان، گفتن صفوان از ترس اینکه پیغمبر بکشتش فرار کرده، نرفت. اینم اومد دنبال صفوان، گشت این طرف اون طرف، پیداش کرد، گفت: صفوان بیا، پیغمبر خدا برای تو امان آوردم. گفت: دروغ میگی، این حیله است، میخواید منو بکشید اونجا که گردن منو بزنن. نه، حیله نیست، از خود پیغمبر من امان برات آورد. گفت: اگه بدونم پیغمبر خدا امان داده، میدونم اون راستگوه، اما من از تو میترسم، میترسم تو خود عذری میکنی.
گفت چیکار کنم که تو باور کنی؟ گفت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله یه علامت ازشون بیار که من باور کنم که این از پیغمبر خداست. عبد اومد خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، عرض کرد یا رسول الله این میترسه، فکر میکنه من دروغ میگم و شما امان ندادید، یه علامت خواسته از شما تا باور کنه. پیغمبر خدا عمامشون از سرشون برداشتن، گفتن صفوان میدونه این عمامه منه، اینو ببر نشونش بده. اینم آورد نشون صفوان داد، گفت این عمامه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. گفت آه میدونم. پاشد اومد مکه و در امان زندگی کرد. کافرم بود و پیغمبر خدا با اینکه این 20 سال ضد پیغمبر خدا همه جور کار کرده بود و اصلا جنگ های ضد پیغمبر خدا یه رکنش رو این بود، اسلحه‌ای که این میداد به این کسایی که آمده بودن به جنگ پیغمبر خدا، معذالک به این سادگی پیغمبر خدا با لین و رعفت و رحمت با او برخورد کردن. کجای تاریخ به این قصه نظیر داره؟ وقت شما بخیر عزیزان. عرضم به خدمت شما این که یک روایت از آقا امام صادق علیه السلام بخونم براتون که در اصول کافی جلد 3 صفحه 341 اومده، که امام صادق علیه السلام فرمودند، میفرمایند هر کس نماز واجبی بخواند و تا وقت نماز بعدی تعقیب بخواند مهمان خداست و بر خداوند لازم است که مهمان خود را گرامی بدارد. هر کس نماز واجبی بخواند و تا وقت نماز بعدی تعقیب بخواند مهمان خداست و بر خداوند لازم است که مهمان خود را گرامی بدارد. انشاءالله که توفیقش نصیب بنده و شما عزیزان بشه انشاءالله. 2096470730304314 شماره ای که دائم برای شما زیر نویس میشه همین شماره هست که دی از شما عزیزان برای ما از طریق تلگرام و واتساپ سوالات شرعیتون رو میفرستین. این شماره رو به عزیزانتون و دوستانتون هم بدید. صفحه ما رو در توزول خیلی معظم صفحه ما رو در اینستاگرام که به اسم توزول مسائل هست به دوستانتون معرفی کنید، صفحه فیسبوک ما رو معرفی کنید، شماره رو معرفی کنید تا انشالله هر کسی هر سوال شرعی براش پیش بیاد بتونه خیلی راحت بپرسه. شاید سوالی هم که میپرسه سوال عده‌ای زیادی از انسان‌ها و آدم‌ها باشه و خیلی‌ها با همین سوال شما به جواب مسائل شرعی خودشون هم برسن. خب ادامه سوال ها هم. قیام متصل به رکوع چیست؟ آیا باید رعایت بشه؟ در وقتی که سوره تمام شد قبل از اینکه انسان به رکوع بره اونو قیام متصل به رکوع میگن که حتی یک لحظه یک ثانیه هم باشه کفایت میکنه. اما باید باشه. نماز ظهر و عصر را در سفر قصر خواندم و قبل از قضا شدن به وطن خود رسیدم، آیا واجب است دوباره نماز ظهر و عصر بخوانم؟ نه دیگه واجب نیست، چون وظیفه‌شون قصر بوده خوندن و دیگه نمازشون خوندن، تکلیفشون انجام دادن. دیگه وقتی برگشتن لازم نیست که مجدداً نماز رو به صورت کامل به جا بیارن. بله. اگر شخصی روی اختیار و رغبت تقبل کند که زکات فطره ما را بدهد کفایت میکنند یا اینکه حتما باید از مال خود ما باشد؟ لازم نیست که برای زکات فطره حتما از مال انسان باشه. اگر کسی هم متقبل بشود که تبرعاً زکات فطریه مثلا شما رو میده و شما یقین کنید که این کار رو میکنه کفایت میکنه و از ذمه شما برداشته میشه. بله. این بیننده بزرگوار یک سوال فرستادن، من این سوالشون رو میپرسم. مادر بنده فوت نموده و یک حج عمره مفرده ثبت نام کرده بود. حال بنده قرار است به جای ایشان به این حج عمره مفرده مشرف شوم. اعمال را چگونه انجام دهم؟ آیا اولین بار برای مرحوم پدرم محرم شوم یا ابتدا برای خودم سپس برای پدرم محرم شوم؟ حالا نمیدونم، من چون این مسئله رو بلد نیستم نمیدونم ایشون اشتباه در تایپ کردن اسم مادر آوردن بعد پدر شده یا اینکه در شرایط این هست. به هر حال ایشون نیابت از یک کسی میخوان بکنن، یا مادر یا پدر. اول باید نیابت از اون مرحوم که حالا یا مادر یا پدره انجام بدن و بعدن اگر مثلا برای خودشون محرم میشن، چون دارن نیابتی میرن، به نیابت از هر کسی دارن میرن
اول به نیابت اون انجام میدن و بعد برای خودشون. شرط ضمن عقد با این مضمون: اگر ازدواج، اگر زوج مرتکب امری حرام شود، حق طلاق با زن است صحیح است یا خیر؟ یک شرط ضمن عقدشون گذاشتن با این مضمون که اگر زوج مرتکب امری حرام شود، حق طلاق با زن است. بله، این شرط صحیحه، یعنی اگر این ضمن عقد این یک همچین شرطی بکنن صحیحه، و اگر مرتکب شد همسر یعنی زن میتونه یعنی حق طلاق رو داره شرعاً، و اگر که ثبت کرده باشن خب قانوناً هم طبیعتاً میتونه این کار رو انجام بده. خون چه حیواناتی محکوم به نجاست است؟ خون حیواناتی که خون جهنده دارن محکوم به، یعنی وقتی که رگشون زده میشه با جستن خون بیرون میاد، اون حیواناتی که خون جهنده ندارن، یا اون حیواناتی که مشکوکه به اینکه خون جهنده داره یا نداره، اینها خون نجس نیست خونش. آیا داروهایی که از بلاد غیر اسلامی تهیه می‌گردد محکوم به نجاستند؟ داروهایی که از کشورهای غیر اسلامی تهیه می‌شود، مگر اینکه انسان علم به نجاست اونها، یا اینکه مثلا چیزی در اون استفاده شده، ماده‌ای در اون استفاده شده که خوردنش حرامه، بله، در این صورت محکوم به نجاست و حرام، وگرنه محکوم به طهارت و استفاده از اونها ایرادی ندارد. بله. آیا با غسل جنابت مستحبی میتوان نماز واجب خواند؟ یعنی چیزی به نام غسل جنابت مستحبی ما نداریم. غسل جنابت واجبه، یعنی اگر کسی جنوب شد برش واجبه که غسل جنابت کنه برای انجام عبادات. غسل از جنابت قطعی کفایت از وضوع میکنه، اما اگر که غسل از جنابت قطعی نبود کفایت از وضوع نمیکنه. بله، خیلی ممنون، متشکرم. این سوالم بپرسم به عنوان آخرین سوال، بعد از جواب شما یک توضیح کوچکی بدم خدمت دوستان. با توجه به اینکه مهر کربلا از اطراف شهر کربلا درست می شود نه از تربت اطراف قبر مطهر، آیا نجس کردن آن حرام و تطهیر آن واجب است؟ بله، تربت حضرت سید الشهدا نجس کردنش حرام و تطهیر اون واجبه. ضمن اینکه من قبلا هم عرض کردم، الان خاطرم نیست، یک محدوده است که چقدر در چقدره، اگه اشتباه نکنم روایتش هم خوندم در برنامه‌ای که ایام اربعین داشتیم. بله، که حالا خاطرم نیست 30 کیلومتر در 30 کیلومتر یا 60 کیلومتر در 60 کیلومتر بود که حساب کردیم، اینا همه ملک حضرت سید الشهدا است و اون موقع خریداری کردن و تمام این تربت در این محدوده این حکم رو داره، یعنی نباید نجس بشه. 60 کیلومتر حالا فرمودین، یادم نیست دقیقا، بچه‌ها میگن یه 60 کیلومتر شنیدیم در این مورد، یعنی لسان روایت که چیز دیگه است، تبدیل کردیم. بله، به هر حال تو اون محدوده که چیزی فراتر از شهر کربلای فعلی هم میشه، همه تربته و همه خواصی که برای تربت ذکر شده در همین تربته، یعنی این نیست که فقط قبر مطهر اون خواص رو داره، نه، همه این اطراف شهر اون خواص رو داره. بله، خیلی ممنونم، متشکرم جناب استاد، دست شما درد نکنه. عرضم به خدمت شما عزیزان، هنوز که هنوز هست، با اینکه حالا نمیدونم از ابتدای برنامه دوستان صدای مفقودین رو، صدای مرکز گمشدگان بین الحرمین رو میشنیدید یا نه، میشنیدن یا نمیشنیدن از نظر صدا یا نه، اتاق فرمان خیلی ضعیف میشنیدین، خیلی هنوز سوال میکنن که چرا راه کربلا بسته شده. نه خیلی اینطوری نیست، الحمدلله راه کربلا باز هست، زوار هم خیلی هست. عرضم به خدمتتون یکی دو روزی هم که پنجشنبه و جمعه بوده، ایام زیارت خاص سیدالشهدا بوده، وقت ما تمومه. در این مورد خیلی میشه شرح داد، زوارهای زیادی هستن کربلا، انشالله مشرف شید، از طریق فضای مجازی هم میتونید راحت‌تر پیگیر بشید. یا علی، خدا نگهدار. چه از حکم خدا شود به هر نکته ایام،
میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان.